سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به چسترپیس. توی ویدیوی امروز قرار برگردیم به 100 سال قبل، یک قرن پیش، جایی که الکساندر آلخین و ارنست گرونفیلد با هم بازی میکنن و توی این بازی یکی از معروفترین الگوهای ماتی شطرنج رو رقم میزنن. جالبه که بدونید ما توی شطرنج دفاعی به نام دفاع آلخین داریم و همینطور دفاعی به نام دفاع گرونفیلد داریم که به نامهای این دو بازیکن نامگذاری شده. و یه نکته جالب دیگه هم بخوام بهتون بگم، الکساندر آلخین و ارنست گرونفیلد 10 بار با هم بازی کردن توی طول زندگیشون که از این 10 بار 4 بار الکساندر آلخین برده و 1 بار گرونفیلد برده و 5 بار هم مساوی شده و تنها برد گرونفیلد توی دفاع گرونفیلد بوده که با مهره سیاه بازی میکرده. بدون حرف اضافه بریم روی صفحه شطرنج تا این بازی جذاب رو با هم بررسی کنیم. توی این بازی گرونفیلد با مهره سفید بازی میکنه و آلخین با مهره سیاه بازی میکنه. گرونفیلد بازی رو با حرکت D4 شروع میکنه. اسب F6، C4، E6، اسب C3، D5، گامبی وزیر پذیرفته نشده و فیل G5، فیل E7 و اسب F3. دو بازیکن دارن به گسترش مهرهای خودشون میپردازن، اسب D7 و حرکت E3. خیلی جالبه که بعد از 100 سال ما گامبی وزیر رو دقیقاً به همین شکل داریم بازی میکنیم بدون هیچ تفاوتی و میتونه یه نکته خیلی جالب باشه به نوع خودش. آلخین قلعه رفته و رخ C1 بازی شده، C6، وزیر C2 و حرکت A6، A3، H6، فیل H4 و رخ E8، فیل D3، پیاده در C4، فیل در C4 و B5 به فیل سفید میشینه، فیل توی همین قطر میمونه و حرکت C5 حرکت فوق‌العاده جذاب از الکساندر آلخین که پیاده عقب افتاده خودش رو توی بازی میخواد با یه پیاده خیلی خوب سفید عوض کنه. رخ D1، پیاده در D4، اسب در D4 و وزیر B6. آلخین وزیر خودش رو از ستونی که رخ قرار داره برمیداره. فیل B1، حرکت جذاب از طرف گرونفیلد. میبینید که همکاری خیلی خوبی وزیر و فیل میتونن با هم داشته باشن و میتونن حمله‌های خیلی خوبی رو توی خونه H7 سفید رقم بزنه. مثلا اگر که سیاه حواسش نباشه، مثلا حرکت اسب C5 رو انجام بده که این اسب محافظ این اسب بود، میتونه خیلی راحت با فیل اسب رو بزنه و حمله خودش رو کامل کنه سفید توی بازی. اما اینجا حرکت فیل B7 بازی شده، فیل خودش رو داره توی بهترین قطر بازی قرار میده و گرونفیلد با قلعه رفتن از پیاده خودش دفاع میکنه. رخ C8، حالا سیاهه که رخ خودش رو داره توی ستون باز قرار میده، ستونی که وزیر سفید هم قرار داره. وزیر D2 بازی شده، از ستون رخ کنار رفته، اسب E5. حالا اینجا با فیل اسب رو زده، با فیل پس گرفته، وزیر رو دوباره برگردونده که حمله رو توی خونه H7 افزایش بده. به همین خاطر آلخین حرکت G6 رو بازی کرده و وزیر هم جا به جا شده دوباره. اسب C4 و فیل E4 حرکت جذاب از طرف گرونفیلد. میخواد فیل خودش رو با این فیل خوبه سیاه عوض کنه و اگر که سیاه فیل ها رو تعویض نکنه توی بازی، میتونه توی حرکت بعدی حرکت وزیر F3 رو انجام بده گرونفیلد که همزمان هم به این فیل داره حمله میکنه، هم به این فیل که اون موقع مجبور میشه فیل رو تعویض کنه و سفید هم با وزیر اژدهای خونه F6 رو میزنه که فیل بهتریه. به همین خاطر فیل G7 بازی کرده، فیل خودش رو به نقطه امنی برای آلخین و توی حرکت بعدی تصمیم گرفته که گرونفیلد فیلا رو تعویض کنه. رخ C1 و E5، اسب B3 و E4. این حرکت E4 حرکت جذابیه، به نظر میرسه که
قطر وزیر رو داره میبنده اما اهمیتی نداره، مهم اینه که داره قطر این اژدها رو، این دراگون رو توی بازی باز میکنه و وزیر بعدا میتونه جا به جاشه به یه مکان بهتر بره. اسب دی 4 و رخ دی 8، رخ دی 1 و اسب ای 5. توی حرکت بعد اسب سیاه میخواد به خونه دی 3 بیاد که اسب قدرتمندی میتونه باشه. اسب آدو و اسب دی 3، یه دونه از رخ‌ها توی بازی تعویض شده و حرکت اف 3 توی بازی انجام شده، داره به این پیاده فشار میاره اما حرکت اشتباهی بوده. خب مسلماً اگر پیاده رو بزنه وزیر میتونه خیلی راحت اسب رو بزنه، اما اینجا حرکت خوب برای سیاه وجود داره و تنها حرکت برنده رخ در دی 4. اسب رو میزنه و قربانی تفاوت، نه سفید نمیتونه رخ رو پس بگیره. یک شاخه وجود داره که با هم بررسی میکنیم، اگر که بخواد سفید رخ رو پس بگیره سیاه حرکت فیل در دی 4 رو انجام میده که به همراه کیشه. این شاه به خونه H1 که نمیتونه بره چون حرکت های مانور اسب خیلی میتونه برای سفید خطرناک باشه. شاه باید به خونه F1 بره. حالا توی این لحظه میتونه حرکت اسب F4 رو انجام بده سیاه که به وزیر حمله میکنه و وزیر سفید جای خوبی برای رفتن هم نداره. اکثر خونه ها توی بازی کنترل شده و از همه مهمتر اگر که این وزیر جا به جا بشه وزیر سیاهه که فعال میشه و به همراه کیش میتونه وارد بازی بشه. این اسب هم در خطره، اینا هم باید سفید لحاظ کنه. بهترین حرکت توی این لحظه برای سفید حرکت رخ C1 که به این وزیر حمله میکنه. وزیر رخ رو میتونه بزنه با اسب پس بگیره، وزیر رو بزنه سیاه و به یه همچین وضعیتی میرسیم که پیاده رو میزنه، سفید هم باید این پیاده رو بزنه و این پیاده هم از دست میره توی بازی و به یه همچین وضعیتی میرسیم که سیاه دو پیاده یه رونده متصل به هم داره که قطعا این وضعیت برای سیاه برنده است و دوتا شاید نه ولی یه دون از این پیاده ها میره که وزیر شه. اما گرونفیلد از این شاخه آگاه بوده و اصلا وارد این شاخه نشده و توی بازی پیاده سیاه رو زده. حالا اینجا دیگه خطر زدن اسب وجود داره. اسب به خونه F4 رفته و الکساندر آلخین کارهای آلخینی میکنه توی بازی. میبینیم که الان هر دو مهره زیر ضربه، هم اسب زیر ضربه هم رخ زیر ضربه، اما سفید باید از شر اسب خلاص بشه به خاطر اینکه این اسب داره به وزیر سفید حمله میکنه و باید فعلا از خیر رخ سیاه بگذره. اسب رو زده توی بازی و توی حرکت بعد، حرکت استثنایی و فوق‌العاده وزیر C4 از طرف الکساندر آلخین بازی شده که همه مهره‌های سفید زیر ضرب رفتن. اسب زیر ضربه، وزیر زیر ضربه، رخ زیر ضربه و اگر که بخواد رخ رو بزنه وزیر از دست میره، وزیر بخواد جا به جاشه اسب از دست میره و فقط یه گزینه میمونه که باز هم تفاوتی نداره، اون هم زدن وزیر سیاهه که توی بازی هم اتفاق افتاده اما توی این لحظه وزیر رو پس نگرفته و حرکت رخ در دیه کیش رو انجام داده الکساندر آلخین و به شاه کیش داده. این وزیر هم زیر ضربه به نظر میرسه، توی حرکت بعد از دست میره و بهترین حرکت برای سفید این بوده که با شاه فرار کنه، فقط وای نسته و بذاره که سیاه وزیر رو بزنه. اما ارنست گرونفیلد توی این لحظه حرکت وزیر F1 رو بازی میکنه، با وزیر خودش کیش رو بلاک میکنه و به حرکتی میرسیم که به فیل معروف آلخین هم معروفه، اون هم حرکتی نیست جز حرکت فیل D4 کیش. تنها خونه ای که شاه سفید داره خونه H1 که باید اینو لحاظ کنم که توی این لحظه گرونفیلد از بازی انصراف داده چون تا
تنها خونه‌ای که داره خونه H1 شاهش و توی حرکت بعدی مات میشه. یکی از معروفترین الگوهای ماتی شطرنج رو با هم دیدیم که امروزه توی آموزش ها خیلی استفاده میشه و دیدیم که توی 100 سال قبل این بازی بین دو اسطوره شطرنج جهان الکساندر آلخین و ارنست گرونفیلد انجام شده. امیدوارم از این بازی لذت کافی رو برده باشید و از روایت من هم خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید و اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید. من کیانم و توی ویدیوی بعدی میبینمتون.